به تازگی اتفاق تلخ و ناراحت کننده ای برای بازیگر خوب سینما و تلویزیون کشورمون خانم سیما تیرانداز رخ داده که در این ویدیو به اون میپردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. سیما تیرانداز بازیگر مطرح تئاتر، سینما و تلویزیون 9 شهریور سال 49 در تهران متولد شد. این بانوی هنرمند در دبیرستان معماری خونده و به معماری و دکوراسیون علاقه منده. همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی و بازیگری از دانشکده سینما و تئاتر. سیما تیرانداز با ناصر هاشمی بازیگر سینما و تلویزیون ازدواج کرد و بعد از مدتی زندگی مشترک اونها به جدایی انجامید. سپس برای دومین بار با مجید نصیری جوزانی بازیگر فیلم جاده های سرد ازدواج کرده و پسرش رایان حاصل ازدواج زندگی مشترک اونهاست. سیما تیرانداز یکی از بانوان بازیگریه که در تیم اسکواش هنرمندان حضور فعال داشته و علاوه بر اون در رشته گلف هم فعالیت میکنه. اون در 17 سالگی و پیش از ورود به دانشگاه در کلاس‌های آزاد بازیگری خانم گلاب آدینه شرکت کرد. در همون زمان از طریق مادرش با گروه فیلمبرداری هامون ساخته داریوش مهرجویی آشنا شده و در چند سکانس از این فیلم مقابل دوربین رفت و اولین تجربه بازیگری حرفه‌ایش در سینما رو کسب کرد. نقش آفرینی در فیلم سایه‌های هجوم فرصت مناسبی برای هنرنمایی اون بود که برای بازی در همین فیلم نامزد جایزه بهترین بازیگر زن از 11 جشنواره فیلم فجر شد. این بانوی هنرمند تئاتر رو بیشتر از بازیگری مقابل دوربین دوست داره و گاه به خاطر تئاتر پیشنهادهای دیگر رو رد کرده. اون در یکی از تئاترهای تک پرسوناژش به جای 12 شخصیت بازی کرده. خانم تیرانداز در سال 66 با فصل سوم سریال آینه مقابل دوربین تلویزیون قرار گرفت و در آثاری مثل زندگی، وکلای جوان، بی بی یون، دومین انفجار و غیره نقش آفرینی کرد. اما اوج شهرت اون به نقش آفرینی در سریال دودکش، پادری و ستایش برمیگرده. سیما تیرانداز از بین آثار بازیگریش سریال حلقه سبز و از یادها رفته رو بیشتر دوست داره. اون علاوه بر بازیگری در کلاس‌های آزاد بازیگری هم به تعلیم هنرجوهای علاقه‌مند به این رشته می‌پردازه. اما به تازگی اتفاق تلخ و ناراحت کننده‌ای برای سیما تیرانداز به وقوع پیوسته. روز گذشته در صفحه اینستاگرامش تصویری از پدرش اسفندیار تیرانداز رو منتشر کرد و در حالی که عکس صفحه اینستاگرامش رو به رنگ مشکی درآورده بود زیر عکس پدرش نوشته بود بابا جانم. پدر این هنرمند دوست داشتنی از دنیا رفته و اون در سوگ از دست دادن پدرش نشسته. در استوری اینستاگرام هم عکس پدر رو منتشر کرده و نوشته مراسم ودا با اسفندیار تیرانداز. روز دوشنبه به تاریخ 20 آذر ماه 1402 ساعت 10 صبح از سالن اوروجیان بهشت زهرا به این هنرمند گرامی تسلیت میگیم، برای اون آرزوی صبر و بردباری داریم. اما سیما تیرانداز یکی از هنرمندانیه که نه تنها از نظر رشته تحصیلی در این زمینه معلومات داره، بلکه از فضاسازی خونش مشخصه که به شکل غریزی فردی با نگاهی زیباشناسانه است. مسئله‌ای که خودش هم اون رو اعتراف میکنه. با سیما تیرانداز گشتی در خانه زیباش زدیم و با اون درباره دکوراسیون صحبت کردیم. از چه زمانی توجه به چیدمان منزل برای شما تبدیل به مقوله جالبی شد؟ در واقع من دیپلم معماری داخلی دارم، اما فارغ از این موضوع توجه به دکوراسیون برای من یه امر کاملا ذاتی بوده و هست. مادر من فردی بسیار خوش سلیقه است و انگار این مسئله به من هم منتقل شده. هرچند من به خوش سلیقگی مادرم نیستم، اما با سلیقه بودن در چیدمان منزل همیشه برام یه اصل و ویژگی ذاتی بوده.
این موضوع صرفاً برای شما یک علاقه است یا به شکل جدی نسبت به اصول حرفه‌ای اون مطالعه هم دارید. من برای خواندن، دیدن و دانستن درباره چیزهایی که دوست دارم وقت میگذارم. در زمینه دکوراسیون هم همیشه به اینکه در حال حاضر در زمینه اکسسوار طراحان دنیا بر چه فرم و رنگهایی کار میکنن یا در نوع مبلمان و شکل چیدمان چه روندی در حال اجراست مطالعه دارم. برای همین مجلات مختلف در این زمینه رو زیاد میبینم. بیشتر علمی به دکور خانه جدیدتون پرداختید یا حسی؟ این بار بیشتر به شکل اصولی حرکت کردم. مثلا اگه به حس خودم بود دلم میخواست فضای سرویس بهداشتی رو رنگی کار کنم، اما به جای اون این رنگ و طرح رو در اکسسوار فضایم لحاظ کردم. یعنی سعی کردم فضا و تنوع رنگی رو در اجزا ایجاد کنم. به هر حال بحث اقتصادی ماجرا هم هست. ما اونقدر پولدار نیستیم که هر چند وقت یک بار روی دیوارهای خونه کار کنیم یا مدام مبلها و پرده ها رو عوض کنیم. میشه به جای کلیات سراغ تغییر در جزئیات رفت. در فضای منزل شما چوب بیشتر از آهن، شیشه یا متریال‌های دیگه استفاده شده. بخشی از ماجرا به این برمیگرده که اساساً چوب رو خیلی دوست دارم. شیشه و فلز بیشتر در دکورهای تماماً مدرن استفاده میشن، اما من به سبک‌هایی مثل ویلاهای اسپانیایی متمایل هستم. به نظرم بودن در یک فضای خیلی مدرن به مدت طولانی خسته کننده است. به واسطه زندگی شهری و دوری از طبیعت دلم میخواد بخشی از طبیعت رو در خونم داشته باشم. چوب گرما و صمیمیت خونه رو تشدید کرده و احساس راحتی بیشتری برای من ایجاد میکنه. البته حضور بچه هم بی تأثیر نیست. شاید اگه بچه نداشتم یا مجرد بودم من هم به سمت دکورهای مدرن و مینیمال میرفتم. رنگ محبوب شما در حال حاضر چیه؟ آبی و فیروزه‌ای رو بسیار دوست دارم. یه جورایی حس منه که رنگی ایرانی هستن و از اونها در فضای خونم مثل کابینت‌های آشپزخونه، کاشی‌ها و غیره استفاده کردم. شاید یه جور عرق ملی‌گرایی وطنی باشه، اما در هر حال این رنگ به من آرامش زیادی میده. به اثر روانشناختی رنگ‌ها اعتقاد دارید؟ 100%. البته نگرش من به رنگ‌ها بستگی به حسم داره. مثلا یادم هست چندین سال پیش که فرفورژ مد بود به شدت به رنگ سرمه‌ای علاقه داشتم. بعد این رنگ جاش رو به سبز داد و بعد نوبت به نارنجی و قرمز رسید، اما الان به ترکیب‌های رنگی علاقه دارم. شاید اگه حالا بر اساس رنگ بخوام کار کنم دیگه سراغ رنگ‌های تند نرم. از فضای دکوراتیو خونتون انرژی می‌گیرید؟ خیلی زیاد. من به خاطر نوع کارم مدت کمی در خونم هستم و دلم میخواد در اون مدت حس خوبی داشته باشم. این فارغ از تمیزی، نظافت و آراستگی خونه است. نوع رنگ ها و چیدمان خونه باید به من آرامش بده. دلم میخواد صبح ها که از خواب بیدار میشم در فضای ملایمی چشم هام رو باز کنم و چیزهایی ببینم که دوستشون دارم. به نظرم خونه ی هر آدمی باید جایی باشه که به لحاظ انرژی محیطیش اون رو مشتاق کنه که به سمت خونه بره. وقتی وارد خونه میشم دوست دارم اجزای اون از رنگ و طراحی تا نوع مبلمان، چیدمان و وسایل حس راحتی به من بده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.